و درود مجدد خدمت شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. طبق روال همیشگی برنامه های کیمیا، خط ها از همین الان باز هستن و میتونید تشمیل روی خطوط و سوالات خودتون رو مطرح کنید. قبل از که شروع کنم و اولین خط رو بگیرم، خدمتون بگم که کسانی که میخواین برنامه های ما رو دنبال کنین، برنامه های شفا روزهای چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر و یک وقت جدید داریم، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، اینها به وقت لس آنجلس، و باز شنبه شب که میشه نصف شب اینجا یا حدودای 1 صبح یک شنبه فکر میکنم بشه، برنامه های شفا هست. برنامه های کیمیا هم روزهای جمعه ساعت 11:30 صبح و دوشنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر هستش که برنامه ها رو میتونید از این طریق ببینید. حالا کسانی که از نظر زمانی ممکنه فرصت نکنید که این برنامه ها رو متوجه بشین و مشاهده بکنین، میتونید از طریق یوتیوب برنامه ها رو نگاه کنین. کافیه برین روی یوتیوب، برنامه های شفا و برنامه های کیمیا هر دوش هست، بزنین اونجا دکتر هوبان، بعد یه چنل مخصوص داریم که تمام برنامه های شفا و برنامه های کیمیا در اونجا هست که عزیزانی که نمیتونین برنامه ها رو دنبال کنین میتونین از اون نظر پیگیری کنین. در ضمن میتونین راحت کتاب سرچشمه حیات رو تهیه کنین که باز بسیاری از تمام این گفته هایی که در برنامه ها خدمتون داریم و میشنوین از اونجا میتونین یه مقداری پیگیری بکنین. باز اگر میخواین با ما در تماس باشین، اگر که میخواین تحت نظر ما باشین، مشاوره‌ای داشته باشین، مکمل های غذایی ما رو استفاده کنین و به هر حال یک پرونده تشکیل بدین و اجازه بدین که ما در خدمتتون باشیم از نظر سلامتی و غیره، پیشنهادات و اون اسسمنت لازم و یه مقدار مکمل های غذایی و غیره، همه اینها میتونین راحت به مطب تماس بگیرین که بچه ها توضیحات خدمتتون بدن. کسانی که در ایران هستین میتونین با شماره ایران با همکاران ما تماس بگیرین که توضیحات خدمتتون بدن. و اگر میخواین پیامی بدین که برای بهبودی برنامه های ما باشه، برای اینکه بتونیم بهتر برنامه ها رو ارائه بدیم، پیامی باشه که من خودم بشنوم ولی مربوط به کار پرونده و کار به هر حال مشاوره و غیره نباشه و فقط صرفا پیشنهاد و نظر و انتقاد و این چیزا باشه، هم میتونین از طریق ایمیل و هم از طریق پیامگیر شخصی و هم از طریق فیسبوک میتونین با ما در تماس باشین و هر گونه پیامی، پیشنهادی، ایده‌ای، انتقادی، هر چی دارین در قبال برنامه‌ها میتونین بدین که اونها رو ما همه رو دونه دونه من حتما گوش میکنم و حتما اونها رو ترتیب اثر خواهم داد. یک مسئله دیگه هم که میخواستم امروز خدمتون حتما یه توضیح کوچولو راجبش بدم اینه که همیشه هوا که گرم میشه و ما که میریم وسط تابستون و البته یه کمی زودتر هم قبل از تابستون شروع بشه و خود تابستون، اکثر کسانی که میخواهند وزنشون رو کم کنن بیشتر اون موقع به فکر کم کردن وزن میفتن، اون هم خب به خاطر اینکه شاید میخوان استخری برن، دریایی برن، مسافرتی برن و غیره، و متاسفانه تنها چیزی که براشون خیلی مهمه اون لوکشونه. و با ما که تماس میگیرن باور کنین حاضرن به هر قیمتی که شده فقط وزنشون کم بشه، حالا اگر قیمت سلامتیشون باشه یا هر قیمتی. و متاسفانه میدونین که در این موردم بسیاری بسیار آدمای سوجو اونجا در کمین نشستن که فقط شماها رو به هر حال توجه شما رو به خودشون بگیرن و شما هم که به هر حال عزیزانی که فقط میخوان وزن کم بشه و هیچ اهمیتی به سلامتی و غیره نمیدن، یه چیزی شده که به هر حال متاسفانه جیب اونا رو پر میکنه و سلامتی شما رو بیشتر و بیشتر به خطر میندازه. کم کردن وزن خیلی خوبه، به صورت درست باید انجام بشه، باید اجازه بدین که بدن خودشون کار رو انجام بده، نه اینکه ما فورسش بکنیم و به زور این کار رو بکنیم. و با عجله نباید بشه، یک شبه نباید بشه، اونجوری نیست که معجزه بشه، یه دفعه شب خوابیدین یه قرص بخورین صبح یه عالمه کم کنین. اگرم یه همچین معجزاتی اتفاق بیفته که اینا معجزه نیست، اینا فقط شیادیه، و شما یک دفعه مثلا در عرض یه هفته یا دو هفته یا سه هفته یه دفعه 10 پوند 15 پوند کم میکنین که امکانش هم هست که همچی چیزی بشه، ولی بسیار برای سلامتی شما مضره. یک، دو، این که بسیار بیمار میکنه شماها رو. سه، این که اون وزنی که از دست دادین
دو یا سه برابرش بعدا بلافاصله برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه در اکثر این دایت هایی که اینجوری به این سریعی وزن کم میکنه، سلول ها رو استارویشون میدن، یعنی سلول ها گرسنگی میکشن و آدم هی میخواد بخوره و هی میخوره و بیشتر هم این غذاهای نانفت و دایت و لوفت و شوگر فری و این چیزها رو معمولا پیشنهاد میکنن و اینا چون هیچ گونه ماده غذایی و مواد و خواص غذایی نداره، موادی به سلولای ما نمیرسونه و سلولای ما گرسنگی زیاد میکشن و متاسفانه بیشتر با ولع غذا میخوان و بعد دوباره سراغ اون غذاهای دایتی میریم و باز دوباره شکم یه ذره پر میشه ولی اون سلولها ارضا نمیشن و متاسفانه هی ما رو بیمارتر و چاقتر و تازه بدتر هم میکنه. اگر هم یه موقع یه جوری وزن کم بکنیم، باز چون سلولها گرسنگی کشیدن و سلولها ارضا نشدن، باز دوباره با ولع خیلی زیاد بعد از یه مدتی دوباره به خوردن میفتیم و تمام اون وزنو برمیگرده. بسیاری از اشتباهاتی که امروزه میشه وقتی که میخوان عزیزان وزن کم کنن، یکی از اونها اینه که خیلی ها فکر میکنن هرچی کمتر غذا بخورن بهتره، مثلا از صبح تا شب هیچی نمیخورن بعد یه دفعه یه وعده بزرگ میخورن، که این بسیار اشتباهه به خاطر اینکه متابولیسم بسیار سلو میشه، یواش میشه و سلول ها میرن توی ترس و میگن خب الان به ما غذا داد، پس رفت تا دوره 24 ساعت بعد که دوره ما غذا بخوریم، موقع خب باز سلول ها توی یک حالت دفاعی میرن و همینجوری هی این غذاهایی که ما خوردیم اون موقع رو ذخیره میکنن، چربیش میکنن، ذخیره میکنن و به سوخت و ساز نمیرسونن. در صورتی که وقتی تون غذا بخوریم و غذاهای کوچیک بخوریم، تون اینا رو میخورن، سلول‌ها استفاده میکنن و میگن خب باید اینا رو ما بسوزونیم که باز الان یه غذایی میاد بعد دوباره بسوزونیم اینا رو و این متابولیسم خودش میبره بالا. و یکی از اشتباهی که بزرگی که انجام میشه، یکی دیگه از اشتباهی اینه که شروع میکنن کالری شمردن و به کمیت اهمیت میدن و به کیفیت غذا اصلا اهمیت نمیدن و با کالری میرن و این هم یک اشتباه خیلی بزرگه. بعضی از اشخاص، یکی دیگه از اشتباهی اینه که فکر میکنن هر چی بیشتر ورزش بکنن بهتره، در صورتی که کسانی که علت اضافه وزنشون استرس و غدد ادرینالشون باشه، اگر زیادی ورزش بکنن تازه چاق هم میشن. بعضی فکر میکنن هر چی بیشتر آب بخورن باز وزنشون کم میشه، باز این میتونه اگر زیاده روی بکنن باز اتفاقا چاق بکنه و خیلی از این اشتباه ها هستش که متاسفانه بهش رسیدگی نمیشه و همینجوری متاسفانه فقط به خاطر اینکه 4 تا پروداکت فروش بره اصلا اهمیت نمیدن به سلامتی انسان ها و متاسفانه اینجوری میشه که روزانه میبینیم که مردم همینجوری روز به روز چاقتر میشن و بیمارتر میشن و کمپانی هایی که ادعا میکنن که وزن رو میارن پایین بیشتر و بیشتر و اونا چاق چله تر میشه جیباشون. به هر حال یه مقدار باید با درایت بیشتری نگاه بکنین و بدونین که کوالیتی و کیفیت بسیار مهمتر از کمیت. خیلی مهمه که توجه بشه که اضافه وزن از کجای بدن در کجای بدن جمع شده. یکی از متدایی که من استفاده میکنم اینه که بستگی به اینکه کجای بدن اون وزن جمع شده به ما خیلی کلو میده و کلید میده که چی کار باید بکنی و کجای بدن ممکنه تجمع چربی مثلا به کدوم یکی از غدد مترشحه ممکنه مربوط بشه، که همه اینها کمک میکنه که ما خیلی بیشتر به اون شخص بتونیم کمک بکنیم که از طریق یک روش زندگی صحیح و یک برنامه غذایی صحیح یک راهی رو پیش بره که تا آخر عمرم پیش بره و این راه سلامتیه. وقتی راه سلامتی رو پیش رفت، اون اضافه وزن خودش همینجوری خورده خورده از بین میره و هیچ وقت هم دیگه بر نمیگرده. یه دونه خط میگیریم، بعدن اگر فرصت شد من یه مقدار بیشتر راجع به این که کجاهای بدن اضافه داره و معناش چیه میتونیم یه مقدار توضیح بدیم. برنامه کیمیا بفرمایید. درود بر شما دکتر. درود بر شما، بفرمایید عزیزم. من راجع به خانم هم خواستم شما که بیماری آلزایمر داره. اوکی. چه چیزی به ما پیشنهاد میکنید؟ چند سالشونه خانومتون؟ چند سال؟ تلویزیونتون رو، صدای تلویزیونتون رو خواهش می‌کنم کاملا ببندین عزیزم. بله. البته دارو داره میخوره و پزشکی هم گفته علاوه بر این که داره معالجه میشه زندن به روان پزشکی هم مراجعه کنه. آیا شما چه نظری دارید؟ ببینین، معمولا مغز یکی از اون اعضای بدنه که باید حسابی بهش رسیدگی بشه و وقتی که بهش رسیدگی نشه و به دلایل مختلف، حالا یه مقدار موارد ژنتیک در این مورد دخیل هستش، ولی روش زندگی شخص
و عاداتش و روش غذا خوردن و نوع غذا خوردنش خیلی میتونه تاثیر خیلی زیادی روی سلامتی مغز بذاره. حالا یکی از مهمترین چیزها اینه که به مغز اکسیژن کافی، هوای سالم و نفس‌های عمیق حتما جزء برنامه باشه. یکی دیگه این که آب سالم و به اندازه، به خاطر اینکه میدونین که 85% مغز آبه، بدن 75% آبه، ولی مغز 85% آبه و آب بسیار مهمه، بسیار. یکی این که بعد بله به اندازه، البته الان اگر کم میخورن یه دفعه نرن یه عالمه آب بخورن، ولی بله آب خیلی خوب، مطمئن باشین که مثلا آب سالمی باشه. یکی از چیزهایی که معمولا در مورد آلزایمر خیلی دیده شده، البته کانکلوسیو نیست و اثبات نشده، ولی بارها و بارها و بارها ما دیدیم و دلیل بر این نیست که چون به اثبات نرسیده صحت نداره، اینه که کسانی که آلزایمر یا آتیزم یا پارکینزونز یا بیماری هایی که مربوط به سیستم مغزی و سیستم عصبی میشه، در اکثرشون دیده شده که اینها یک مسمومیت فلزی وجود داره درشون. در بسیاری از اشخاص آلزایمر رابطه مستقیم داشته با مسمومیت آلومینیوم. آلومینیوم یک رابطه بسیار مستقیم میتونه داشته باشه با بیماری آلزایمر. اگر خانومتون از ظروف آلومینیومی دارین استفاده میکنین و یا اگر در از این قوطی های کنسرو شده زیاد استفاده میکنین یا نوشابه هایی که در آلومینیوم هستش و یا اسپری های زیر بغلی که از آلومینیوم هست و غیره، اینها باید کاملا دوری بشه، به خاطر اینکه بسیار اینها روی سلامتی مغز اثر میذاره. یکی از بدترین چیزها شکر و مواد قندیه. یکی دیگه از اونها مواد چربی حیوانیه، یعنی چربی های حیوانی که اونها هم باید رعایت بشه. چربی هایی که در لبنیات و به طور کلی لبنیاته، اینا چیزایی که باید رعایت کنن، غذای سرخ کردنی نخورن، غذاشون بیشتر باید سبزیجات، غلات و حبوبات باشه و از نظر عادات و بیهیویر هم، البته من نمیدونم الان ایشون در چقدر پیش رفته مشکلشون، ولی اگر بتونین مغز ایشون رو به کار بگیرین، باشون بشینین شطرنجی بازی کنین، ورقی بازی کنین، 20 سوالی بازی کنین، جدول بدین حل کنن، هر چیزی که ذهن و مغز ایشون رو هی به کار بندازه. برای که هر خیلی جدول حل میکرد، خیلی کتاب میخوند، حالا به طور کلی این رو بزن بچه بهش بگیم نمی کنه. بله خب بعد کم کم کم، حالا اگر اونا رو نمی کنن، باشین بشین 20 سوالی بازی کنین، مثلا بشین ورق بازی بکنین، ورق بازی که یه مقدار بیشتر احتیاج به فکر کردن و تفکر داره. نفس های عمیق خیلی خوبه، مدیتیشن اگر اهلش باشن خیلی خوبه، یوگا خیلی خوبه و یه سری هم مکمل های غذایی هستش که من میتونم پیشنهاد کنم که بسیار میتونه روی مغز اثر مثبت بذاره. یه فرمولی ما داریم برای مثال به نام برین لینکس که بیشتر از همه من این برین لینکس رو به خاطر همین در درجه اول به خاطر همین آلزایمر ساختیم و نتایج خوبی هم داده، ولی نه اینکه بگم آ این دیه دارو یه دفعه معجزه میکنه فلان میکنه اینا، ولی بسیار در کنار همکاری خود شخص با اون روش زندگی و روش غذایی و یک سری اگر لازم به پاکسازی فلزی و اینها باشه، معمولا ما نتایج خوبی رو دیدیم. منتها میگم یه همکاری باید باشه و همیشه هم تحت نظر پزشکشون باشه، ولی اگر دوست داشتین تماس بگیرین که در کنار تحت نظر پزشکشون ما هم یه مقدار همکاری کنیم که نتیجه بهتری رو بگیرن. اونو من نمیدونم، اونو من نمیتونم نظری بدم، من چون نه کار منه نه شناختی دارم از خانومتون، نه پرونده شون رو میدونم چه، نه اینه که اونو من نمیتونم نظری بدم، بستگی داره که مشکل خانم شما دقیقاً چیا باشه، نمیدونم اونو. بله. من چیزی که بلدم بهتون میگم و چیزی که بلد نیستم متاسفانه نمیتونم نظری بدم. چشم، خدمتتون زنگ میزنم آقای دکتر. خواهش میکنم عزیزم، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. برنامه کیمیا. Hello? اگر محبت کنین تلویزیونتون رو کاملا ببندین من در خدمتتونم. من تلویزیونم بستن بیرونم. بله صدا میپیچه، برای همین من گفتم بفرمایین عزیزم. من تو سلفانم ببخشید، من میخواستم در شما گلوت کنین نفر تلویزیون در مورد خاصیت ماست برای من صحبت کنین. خاصیت چی؟ ماست. اوکی.
بعدن وقت راجع به مگنیزیوم؟ بله. اوکی، راجع به مگنیزیوم چی میخوایم بدونیم؟ من میخوام بگم که خاصیت مگنیزیوم برای بدن چیه؟ چش. من الان هر دو رو خدمتتون تایید می‌کنم. باشه عزیزم، خواهش می‌کنم. خواهش. من اول مگنیزیوم خدمتتون بگم که خب یکی از مواد معدنی بسیار بسیار مهمه که شاید نقش مگنیزیوم از کلسیوم بسیار بسیار در بدن مهمتره، ولی متاسفانه کلسیوم یه چیز خیلی بیشتری گرفته به خودش. بسیاری از مواقع اشخاصی که کمبود کلسیوم و یا پوکی استخوان و خیلی از این چیزها رو دارن و به اینها کلسیوم میدن، برعکس اگر به اینها مگنیزیوم بدن جذب کلسیمشون بیشتر میشه. مگنیزیوم خب یه مقدار زیادی برای سلولای مغزی، برای قلب و برای بسیاری از فانکشنایی که در بدن وجود داره لازمه. اگر کمبود داشته باشه عضلات میتونن بسیار یه حالت منقبض و حالت وقتی عضلات میگیرن حسابی سپزم بگیرن و کمبودش باعث عدم حل و عدم جذب و به هر حال اختلال در بسیاری از فانکشن های عصبی و مغزی و عروق حتی میتونه باشه. یک چیز مواد معدنی بسیار مهمی هستش که اگر که اون کم بود باشه میتونه خیلی چیزهای دیگر رو به هم بریزه. جوری که مگنیزیوم رو میتونین استفاده کنین، اگر میخواییم به صورت مکمل غذایی باشه، بهترین نوعی که من به نظرم میرسه مگنیزیوم گلایسنیته، چون مگنیزیوم گلایسنیت خیلی جذب بهتری داره از مگنیزیوم های دیگه مثل مثلا گلوتامیت یا مثلا سیتریت و مگنیزیوم های دیگه که ممکنه پروسه شده باشه. از نظر ماستم، من راجع به لبنیات خیلی صحبت کردم تا حالا در تمام این برنامه ها، اگر شخصی، حالا خیلی کوتاهش کنم، اگر شخصی آلرژی نداشته باشه و تالرنسش نسبت به لبنیات، نه فقط لکتوز، چون لکتوز یه جزوی از کله، ولی لبنیات رو بتونه راحت تحمل کنه و ماستش هم ماست ارگانیک باشه، میتونه مفید باشه. و ماست وقتی که شیر فرمنت میشه و یا پیتروفاید میشه و یا تخمیر میشه به اصطلاح، یه مقدار خیلی زیادی از آنزیم ها اکتیویت میشن و یه مقداری باکتری های مفید روده ساخته میشه، باکتری های مفید که برای روده خوبه، پروبایوتیک ها که خیلی میتونه برای سیستم دفاعی مفید باشه. اینها همه در صورتی که شخص از نظر هضم و جذب مشکلی نداشته باشه، اون ماست ایجاد کانجسشن نکنه، ایجاد میوکس نکنه و حتما حتما هم باید اون ماست ارگانیک باشه. میتونه یه مقداری برای سیستم دفاعی در بعضی از موارد و در سلامتی روده و اون فلورا و یا اون بالانس توی روده ها و پروبایوتیک ها میتونه مفید باشه. هضم جذب بعضی از مواد معدنی رو میتونه یه مقدار بهتر بکنه، ولی باز میگم زیاده روی نباید بشه و باید مطمئن باشین که روی شخص بیشتر اثر مثبت میذاره تا اثر منفی. خب برنامه کیمیا بفهمین. سلام عزیزه، با من هستی؟ بله عزیزم، با شما هستم، بفهمین. سلام عزیزه. سلام از بنده است. من شخصی یک سلامه. بله. قند دارم، قندم هم میگیرم 280 کم و زیاد میشه، موقع خیلی بدنم کمه، دهنم هم چی خوش میشه، جسمم زبونم مثل عره انگار که داره سخم رو میبرده و اصلا نمیتونم، این دستام سرم هیچ میره، حالا تعقبه. آده یه موقع هم یه موقع خیلی دیگه مدرک میخوام، یه موقع که میخوام اجرا بکنم ادارم همچین مثل میدم و میسوزونه. بله دارم گوش میدم. بله قضیه تر اون موقع دیگه اصلا این موقع یه رو میشه اصلا دیگه سرم گیج میده، اینقدر گرسنه، اینقدر گرسنه، اینقدر گرسنه میشم که هر چی میخوام سیر نمیشم. شما قند نوع دو دارین دیگه و دارین دارو میخورین یا نه؟ بله من دارم چیزی میخورم،
قرص کلسترول میخورم، قرص ویتامین میخورم، از این کپسول‌های قبل میخورم، وقتی ویتامین دی میخورم، قرص تیز میخورم، از این قرص قند. خب قرص قند چی میخورین؟ فلا از این چیزا متفورمین. جا؟ متفورمین میخورین. خب اون وقت با اینکه متفورمین رو میخورین باز قندتون گفتین 280ه؟ بله بله آقای دکتر، خیلی کم زیاد میشه، هم زیاد میشه کم میشه، یه موقع اصلا نمیدونم اصلا تلافا میکنه. خب برای اینکه ببینین وقتی که همچین حالت یه رزیستنس به وجود میاد باید شما از نظر متابولیک یه مقدار مطالعه بشین اولا، دوما همیشه من گفتم از نظر ناراحتی قندی دارو خب یه چیزیه که کاملا مجزا با اون مثلثی که ما صحبتشو میکنیم، یعنی علاوه بر اون یه چیزایی هستش که باید حتما رعایت بشه. اولین سوالی که از خدمتون دارم، شما چیزای شیرین رو میخورین؟ چیزای شیرین یا چیزایی که گلایسمیکش بالاست ایندکس؟ منتها یه موقع ترسم نمیخورم. خب یه موقعی هم میخورین؟ بله یه موقع مثلا با چای خرما، مثلا با چای میخورم، کشمش میخورم. بله با چایی. روزی چند وعده غذا میخورین شما؟ من درست همان یک کلی که این شعر کازی رو پیدا کردم، خیلی هم آقای دکتر ناراحت هم، یعنی اصلا سیرایی ندارم. بله سوال منو متوجه شدین عزیزم؟ نه شما چی گفتین؟ روزی چند وعده غذا میخورین شما؟ روزی چند وعده غذا میخورم؟ میگم که اصلا هر چه بخورم سیر نمیشم، خب چی میخورین مثلا؟ فرض کنین از صبح تا حالا چیا خوردین؟ برنج میخورم. نه دیگه اشتباهتون همینجاست، شما نون و برنج و اینا زیاد نباید بخورین، اونا رو باید خیلی کم کنین. شما ببینین غذاهایی که یه مقدار پروتئینش بیشتره و یه مقدار چربیای مفیدش بیشتره اونا رو باید بخورین که یه مقدار این رهایی قند و در خون تایم ریلیس بکنه. مثلا خیلی بهتره شما روزی 4-5-6 وعده غذای کوچولو بخورین و با هر وعده غذاتون یه مقداری پروتئین و یه مقدار چربی سالم بخورین. حالا چربی سالم چیه؟ مثلا همیشه سعی کنین با غذاهاتون یا یه مقدار روغن زیتون بخورین. آقای دکتر وقتی اون موقع این تصفرم عمل کردم 20-30 سال پیش، یه موقع هم درد توش ایجاد میشه، یعنی از وقتی که ایجاد میکنن ایجاد همچین سن نکنون چه طرف ها میاد بیرون. چی رو عمل کردین متوجه نشدم؟ کیسه صفرا رو عمل کردین؟ بله. یعنی کیسه صفراتون هم در آوردین؟ بله در آوردین. خب بله اینا همه به هم ربط پیدا میکنه به خاطر اینکه شما یه مقدار عدم توانایی جذب چربی ها رو دارین و اضافه وزن هم دارین؟ بله. حتما همش هم دور شکم و پهلوهاتونه. 103 کیلو میشم بالا پایین، یه موقع 106 میشم، یه موقع 103 میشم آقای دکتر. بله بیشتر این وزن دور شکم و پهلوهاتونه؟ بله. ببینید شما هر وعده غذایی که میخواییم بخورین یا یه کمی پروتئین باش بخورین، یعنی هم یه مقدار پروتئین باش بخورین و هم یه مقدار یا آووکادو یا روغن زیتون یا چند تا بادوم، اینا کمک میکنه که این قند به آهستگی رها بشه در خون. بعدم شما چند سالتونه؟ من 60 سالم آقای دکتر. اون وقت تحرک بدنی دارین؟ ورزش میکنین؟ نه تحرک بدنی اصلا انرژی ندارم، من نمیتونم. انرژی ندارین؟ خب برای که غذاتون درست هضم و جذب نمیشه شما. بعد استرستون هم حتما زیاده، نگرانین؟ خیلی. خب برای همینه که ببینید برای همینه که شما به چی میگن ریسپاند نمیدین، جواب نمیده به دارو بدنتون، به خاطر اینکه رزیستنس به وجود میاد، هم استرستون بالاست، هم تحرک بدنی ندارین، هم رژیم غذاییتون نامناسبه و هم غذاها رو به درستی هضم و جذب نمیتونین بکنین. احتمالاً غذا هم که میخوریم بعد از غذا نفخ و گاز و باد. بله ترش میکنم. ترش میکنیم بله. ترش میکنم اصلا میاد بالا، یه حالتی این دست میده، یه حالت خیلی اصلا دیحالی. کجا زندگی میکنین شما عزیزم؟ ما همین چیز هستیم، ما تازانه. اوکی خیلی خوب. یکی از چیزایی که خیلی کمکتون میکنه آووکادوه. شما سعی کنین روزی 2-3 بار آووکادو بخورین با غذاهاتون.
بله، بعد رو غذاتون روغن زیتون بریزین. بعد یه مقدار که بعدن البته تماس بگیرین با ما که من یه مقدار از نظر آنزیم و یه مقدار قندتون و استرستون کمکتون کنم که این ایوانسی قندم میرن میگیرم بازمینم بالا. بله دیگه متوجه هستم عزیزم، شما روش زندگیتون یه مقدار نامناسبه، روش زندگیتون و رژیم غذاییتون رو باید یه مقدار بیشتر ما بهش ترتیب اثر بدین و یه مقدارم از نظر هضم و جذب غذا اینا باید شما روتون کار بشه، چون غذاتون به درستی هضم و جذب نمیشه. خیلی ممنون آقای دکتر. حتی اگه تونستین مثلا 5 دقیقه در روز برین راه برین، تا اونجا که خودتون رو خسته نکنین زیاد، 5 دقیقه میتونین برین 5 دقیقه راه برین. غذاهایی که میخورین نون و برنج و سیب زمینی و اینا خیلی کم باشه توش، خیلی کم. چیزای شیرین خیلی خسته میشم، ببخشید خیلی خسته میشم و عرق میریزم، نفس دارم دیگه اصلا نمیتونم راه برم. متوجه. همینجوری باید اصلا بشینم، اصلا مطلقا نمیتونم راه برم چون وقتی عرق میکنم. متوجهم. بعدم این استرسی که داری، این نگرانی ها و استرابا و تشویش و اینا، اونم خیلی میتونه روی قندتون اثر منفی بذاره و همینا باعث شده که کلسترولتون بره بالا، یعنی به خاطر اینکه قندتون بالاست، استرستون هم زیاده، همین و وزنتون هم بالاست، این سه تا باعث میشه که کلسترولتون هم بره بالا. کلسترول هم میره بالا، بعد میان یه داروهای کلسترول هم دارین میخورین، اونم روی کبدتون هم اثر میذاره، کیسه صفرا هم که ندارین. اینا همش یه به اصطلاح گردبادیه که توش افتادین، ولی با یه مقدار ترتیب اثر دادن و یه مقدار تغییر توی رژیم زندگیتون، روش زندگیتون، رژیم غذاییتون، نتایجی میتونین بگیرین. دوست داشتین تماس بگیرین، من حتما در خدمتتون خواهم بود. متشکرم. یک دنیا ممنون. لطف کردید دستون در نکنه که مردم میرسیم. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم. مواظب خودتون باشید. خواهش. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام از بنده است، بفرمایید عزیزم. متشکرم. آقا جان، من زنان حکی که دارم و دستان خواب میره خیلی وقتی که میخوابم، یعنی شب که میخوابم از خواب که بیدار میشم هر موقعی باشه، بله، یا شب یا صبح کاملا دستان حکی بنتیزن میشه و خواب رفته. نمیدونم دلش چی میتونه باشه. شما چند سالتونه؟ 41. چند وقته که اینجوری هستی؟ حدوداً 6-7 ماهی میشه. هیچ وقت خودتون میدونی خبر دارین که مهره های گردنتون مشکلی داشتین یا نه؟ من خیر به این فکر افتادم اتفاقاً، ولی هیچ وقتش ناراحتی نداشته. آیا در عرض این یک سال گذشته یا 7-8 ماهی گذشته تختتون یا بالشتون یا محل خوابتون عوض شده؟ نه خیر اصلاً هیچ تغییری نکرده. هیچ تغییری نکرده. داشتم ده. شغلتون چیه؟ کار میکنی شما؟ من نقاشی میکنم، کار هنری میکنم و یعنی بعضی موقع ساعت ها میشینید به یه حالت به خصوص؟ بله. اون وقت هیچ گونه ورزشی، نرمشی، چیزی میکنین؟ ورزش به صورت جاگینگ مثلا گاهی میدوام و پیاده روی، نه چیز سنگین دیگه ای نه. سال یه مدت زیادی ورک‌اوت میکردم مثل وزن برداری و این چیزا، ولی الان یه یک سالی تقریبا ول کردم اون مقاله رو، ولی خب پیاده روی چرا میکنم. اوکی. بعد برای این ناراحتیتون به پزشک رجوع کردین؟ بله، من رجوع کردم، گفتن آزمایش خون کامل برام نوشتن، گفتن ویتامین B12 و ویتامین D از اون حد نرمال خیلی پایین‌تر. ولی عروق و ایناتون رو چک کردم، مشکلی از نظر عروقی ندارین درسته؟ عروقی؟ بله، از نظر عروق، قلب و عروق و اینا مشکلی ندارین؟ قلب و عروق رو چک نکردیم، فقط آزمایش خون گرفتن از مرد. خب همون آزمایشون خوش هر چیه چیزایی رو بشه. بله یه چیزایی رو احتمالا نشون داده. من حدسم اینه که حالا اون B12 و ویتامین دی تون که کمه ربطی به این چیزی که الان ناراحتی که دارین نداره، ولی خب اون نشون دهنده اینه که شما هضم و جذبتون درست نیست، اون یه چیز علاحد است. یعنی اگر مثلا غذا که میخورین یه مقدار نفت میکنین، باد میکنه شکمتون، صبح تخته، بعد از اون میبینین خیلی اومده جلو و سنگینه و احساس میکنین خیلی زیاد خوردین، احساس بادگلو دارین، ترشی، گاز، اینا یعنی اینکه یه مقدار علائمی که شاید یه مقدار آنزیما و
شیره معده و یا هایدروکلوریک اسید و غیره رو 2 دقیقه چشم اینا رو کم دارین و به احتمال زیاد غذاتون هضم و جذب نمیشه که اون با چند تا آنزیم به راحتی حل میشه. ولی مشکل دستاتون من فکر میکنم به احتمال خیلی قوی رابطه مستقیم با گردنتون داره. اگر که کجا زندگی میکنین شما؟ من فلوریدا هستم. فلوریدا. نه آقای وارتا میگن وقتمون تمومه. میگن تمومه، ببخش عزیزم. شما یه کاری کنید، شما یا به یک آستیوپات و یا یک کایروپراکتر خیلی خوب رجوع کنین. بله. یعنی یا یک پزشک آستیوپات و یا یک کایروپراکتر خیلی خوب. بله بله. و بهشون بگین گردنتون رو چک کنن، بعدم یه تماسی با ما بگیرین. من فکر می‌کنم منم یه مقداری بتونم با یه سری پیشنهاد، شاید یه ورزشایی، شاید شنای، یوگا، یه چیزه و یه سری مکمل کمکتون کنم. ولی حتما به یک آستیوپات و یا یک کایروپراکتر خیلی خوب برین، شاید اونا بتونن کمکتون کنن. خواهش میکنم. مرسی از تماستون. خدا نگهدار. خواهش میکنم عزیزم. خدا خدا خدا. وارتان جان چی فرمودین؟ تموم کنین برنامه رو. 1 دقیقه. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام از بنده است. بفهمین عزیزم متاسفانه وقتمون خیلی کمه، اگر من نرسیدم شما رو رو هولد میذارم بعد باتون صحبت خواهم کرد، ولی بفهمین سوالتون. من چیز گلف دارم برای مدت حدود الان 2 ماهه. بله. خیلی اذیت میکنه به من بین گلف داده و همچنین زیر پرین. بله. که این دوتا این تقریبا که هنوز اون حالت درد خفیف هست بعد از 2 ماه، بنابراین چی کار میشه کرد؟ خب والا رژیم غذایی بسیار بسیار در این مورد مهمه. گاوت که به فارسی فیلم همون نقرسه دیگه، که رژیم غذایی خیلی مهمه. شما از تمام فرآورده های حیوانی باید دوری کنید برای یه مدتی و باید حسابی به خودتون ببندید به سبزیجات، حتی حبوباتتون هم زیاد نخورید. سبزیجات و بعضی از غلات برای شما بهترینه و یه مقداری حالا ماهی یه کمی خواستین میتونین بخورین، ولی یه سری مکمل غذایی هم هستش که خیلی میتونه به این مسئله کمک کنه. علاوه بر اون چیزی که تحت نظر پزشکتون هستین، یه چند تا مکمل ما خدمتتون بدیم. من فکر می‌کنم در کنار اون رژیم غذاییتون که خیلی مهمه که از فرآورده‌های حیوانی به خصوص گوشت قرمز و اینجور چیزا دوری بکنین، یه مقداری هم استرستون اگر زیاده اونم بعد روش کار بکنین، مشکل شما به راحتی حل میشه. عوامل دیگه ای باشه؟ نه مرز ندارم، برنامه مونم تموم شده. مرسی از تماستون عزیزم. میخوام یه مسئله دیگه گوشی خب. ما وقتمون تموم شده. آقای وارتان اشاره میکنن برنامه رو باید تموم کنیم. دوستان عزیز تشکر میکنم که لطف کردین و به تماشای برنامه نشستین. از آقای وارتان عزیزم تشکر میکنم به خاطر کارگردانی فنی برنامه. خانم ژاله توی اتاق فرمان هستن، اگر که روی خط هستین و نتونستیم پاسخ بگیم پوزش میخوام، تلفناتونو میگیرم و حتما به اونها رسیدگی خواهد شد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهدار.